سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم دوباره امروز برای صحبت کردن راجع به بیماری کرونا اول بریم سراغ آمار و ارقامش ولی خبرهای خیلی خوب هم دارم برای اینکه خدمتتون عرض بکنم با امیدوارم که باعث روحیه بهتر و بیشتر بشه در بین هموطنای ما که من میدونم دوران بسیار سخت و سیاهی رو دارن الان در این حکومت جمهوری اسلامی پشت سر میگذارند. اول بپردازیم به, به این شم... به اصطلاح آمار و ارقام بیماری که تعداد به 92303 نفر رسیده. تعدادی که خوب شدن تا به امروز و گزارش شده که خوب نزدیک 43000 نفر هست و حدود 3131 نفر جان خودشون رو از دست دادند در ایران تعداد گزارش شده افرادی که مبتلا هستند از دیروز که 930 نفر گزارش کرده بودند امروز 2336 نفر رو گزارش کردند تعداد افراد مبتلا این یعنی اینکه ما از ایتالیا که حدود 2036 نفر رو گزارش داده بالاتر رفتیم و بعد از کره جنوبی و چین در واقع مقام سوم رو ایران داره الان در در و ارقام رسمی دولتی ایران ولی خب همه ما همینطوری که بیاعتماد هستیم نسبت به دولت ایران حکومت ایران و میدونیم که احتمالا آمار و ارقام از این بالاتر بعد از چین احتمالا ما با بالاترین در واقع ارقام مبتلا رو داریم و تعدادی هستن از کشورهای دنیا چهار کشور دنیا هستند که در واقع کیسشون ایندکس کیسشون اون فردی که اومده در کشورشون و مبتلا کرده بقیه رو از ایران اومده مسافر ایرانی بوده بنابراین میدونیم که به اصطلاح شرایط ما در واقع بعد از چین استراری ترین شرایط هستش و دشوارترین ترین شرایط هست برای سه هفته چهار هفته آینده احتمالا این ارقام بدتر خواهد شد و افزایش بسیار بالایی رو خواهیم دید چه در زمینه ابتلای بیماری چه در زمینه مرگومیر برای اینکه در اون دوره اولیه در چین هم همینطور بود یک صحبتی بکنیم اول راجع به مسئولیت حکومت ایران حکومت ایران حداقل با اون و پنج تا پروازی که از چین به ایران انجام داده و افرادی رو که به ایران اوورده، این مثل پنج و پنج تا راکت میمونه موشک میمونه که موشک میکروبی که در جامعه زده توی جامعه ایران به مردم خودش و خب چون هدف اصلی این موشک ها هم شهر مذهبی قم بوده ظاهرا در ابتدا و اینها طلبه های مذهبی قم زائران مذهبی بودند بنابراین دشوار نیست تصور اینکه قوم یکی از مراکز مهم عفونت و بیماری بیماری کرونا باشه و متاسفانه مردم بیگناه قوم از قربانیان اولیه این بیماری هستند سازمان بهداشت جهانی مجبور کرد دولت ایران رو به توقف متوقف کردن این پروازها ما مجبورشون کرده به پذیرفت قبول کردن معیارهای بهداشت جهانی و براشون دو تا محموله فرستاده مطابق گزارشی که از سازمان بهداشت جهانی داریم یکی صد هزار تست کرونا به دولت ایران تحویل دادن و دوم پونزده هزار لباس نقاب و لباس و دستکش مخصوص برای کادر پرسنلی که به اصطلاح باید مراقبت کنند از بیماران بنابراین امیدوار باید باشیم که حداقل همه پرسنل پزشکی ما در بیمارستان ها مجهز بشن و حالا صد هزار تست داریم و یک مشکل جدید و اون اخباری است که میرسه از ایران به ما در اینکه حکومت میخواد سیصد هزار نفر رو بسیج بکنه و خونه به خونه بفرسته برای تست کردن این کار به نظر من کار احمقانه است و باعث پدید آوردن مشکلات بیشتر میشه ضمن اینکه شما فقط 100 هزار تا تست دارید بیشتر ندارید از این باید به طور معقول استفاده بکنید معقول استفاده کردن تست کردن کسانی است که در واقع مرتبطین بیماران شماست شما تا به امروز خودتون میگید 2336 بیمار دارید باید تشخیص بدید دور این هر کدوم از این بیمارها دایره ای از کسانی رو که با این بیمارها تماس داشتند و اونها رو تست بکنید اگر هر کدوم از اینها از این 2000 نفر در واقع پنجاه نفر در دایره دورشون رو شما بخواید تست بکنید شما صد هزار تستتون تموم میشه شما خونه به خونه رفتن فایده نداره شما تستی وجود نداره بسیاری افراد ممکنه که بیماری رو دارن ولی هنوز علائمش رو ندارن بسیاری ممکنه بیماری رو دارن و دارن خوب میشن اصلا برای اینکه 80 درصد واقعا از این بیماری خوب میشن و شما لازم ندارید که کاری را براشون انجام بدید غیر از اینکه در قرنطینه نگرشون دارید و شما با رفتن سراغشون و به خونهشون دارید قرنطینه رو به هم میزنید بنابراین این سیاست اگر سیاست خانه به خانه درست کردن سیاستی بسیار اشتباه هست و در ادامه سیاست های دیگره واقعا خانمان برانداز و و کشنده حکومتی است که از ویروس کرونا به نظر من بسیار بیشتر در ایران کشتار کرده و جنایت مرتکب شده و ظاهرا به این زودی ها هم دست بردار نیست کرونا تموم میشه ولی ویروس حکومت اسلامی متاسفانه با ما و هموطنان ما ظاهرا قرار باقی بمونه به جای اینکه این 300 هزار نفر رو خانه به خانه بفرستند اگر اینها رو توی یک سری با, با جای اطلاعاتی یک سری مراکز کوچک اطلاعاتی موقت درست کنند مثل باجای... فروش بلیت و اتوبوس و غیره توی محله های مختلف شما یک جای رو درست میکنید توشون دو سه نفر آدم ها اونجا آموزش بدن به بقیه اون محل به بقیه افراد سوال مردم رو جواب بدن مردم به جایی که برن اتاق اورژانس و بیمارستان برن سراغ این افراد توی این باجا ازشون اطلاعات بگیرن ازشون جلز دوفونی بگیرن ازشون نقاب بگیرن ازشون مهمتر است از همه آموزش بگیرن ما ظاهرا الان پونزده هزار لباس لباس مخصوص محافظت برای پرسنل پزشکیمون داریم ولی به ویدیوهای مثلا نگاه میکنیم از این پرسنل و میبینیم که لباس رو خیلی خوب پوشیدن ولی دستکش رو یادشون رفته دست بکنن و بعدم کنار تخت بیمار طرف خسته میشه دستشو میذاره روی تخت روی میله تخت روی مریض و بعد دستشو میکنه به موهاش میدونید بعدا فکر میکنه بله از اتاق میاد بیرون دستشو میشوره <applause> مسئله سر اینه که بین اون موقعی که دست شما تماس داره با مریض و چیزهای آلوده تا زمانی که بالاخره میرید و دستتون میشورید این دست کجاها رفته و چه کارها کرده <applause> این واقعا آموزش صحیح و لازم برای استفاده از همه این چیزها خیلی ضروریه هم برای پرسنل پزشکی ما هم برای مردم ما و بخصوص مردم ما لازم دارن ایران نه حالا در دوره دوره ارتباطات دوره جامعه کوچک جهانی میگن بهش دهکده کوچک جهانیه یکی از اولین کارهایی که میتونه این حکومت بکنه اگه میخواد از جنایت پیشگی خودش دست برداره باید ارتباطات رو آزاد بکنه اینترنت رو آزاد بکنه بذاره مردم برن سراغ منابع اطلاعاتی مثل سازمان بهداشت جهانی مثل پزشکان سازمان های بین پزشکی مثل سایت فرض بکنید دانشکده جان هاپکینز جاهایی که اعتماد دارن بهش چون به این حکومت اعتماد ندارن به اون چی که این حکومت میگه اعتمادشون رو به کلی از دست دادن بعد از این همه جنایت و غارتی که این حکومت مرتکب شده و این یکی از متاسفانه معضلات بزرگ جامعه ما هست تا وقتی که جامعه ما تصمیم نگیره که به صورت یک ملت با همبستگی با این بیماری برخورد بکنه نمیتونیم کنترلش بکنیم کنترل الانه در دست مردمه و این مردم باید اراده بکنن و تصمیم بگیرن و مراجعی رو لازم دارن که به این مراجع اعتماد داشته باشن و بتونن به حرفاشون گوش بدن چند تا گفتم خبر جدید راجع به ویروس داریم یکی سازمان بهداشت جهانی به اصطلاح اتک ریت رو یا اون چی که بهش میزان حمله ویروس میگیم رو این رو اومده و بررسی کرده و تحقیق کرده به دو تا عامل بستگی داره یکی سن و سال شماست و یکی تماس مستقیم یا غیر مستقیم داشتن با شخص بیماره یعنی اگر سن و سال شما بالا باشه اگر زیر ده سال باشه ما میدونیم که تلفات نمیدید اگر بالای مثلا پنجاه سال باشه میدونیم در معرض خطر قرار هر هرچی که سن و سال شما بالاتر باشه در واقع خطر این شدت یافتن این ویروس در شما بیشتره و دوم اینکه آیا تماس مستقیم با بیمار داشتید یا غیر مستقیم یعنی کسی که در خانواده بیمار بوده با شما تماس داشته این ظاهرا خطر حمله بسیار کمتره اون به صورت خ خطر غیر مستقیم رو اندازه گیری کردن در یک مطالعه دیگری که از جنوب چین اومده بود و من دیروز خدمتون گفتم چهارده نمونه چهارده نمونه در ده هزار نفر یعنی زیر واقعا دو, در... دو یک درصد زیر یک درصد این هستش یک دهم ده درصد واقعا میزان حمله و امکان حمله و ابتلا وجود داره در چنین شرایطی بنابراین میدونید و بعدم وقتی تازه بیماری رو ش... مبتلا میشن افراد 80 درصد واقعا بهبود کامل پیدا میکنن بنابراین توصیه ما دوباره اینه بر اساس این چیزهایی که میدونیم حتی اگر احساس میکنید بیماری رو دارید برای اون روزهایی که بیماری خفیفه تا هنوز ریه ها و تنگ نفس مبتلا نشدید در خونه بمونید از خودتون مراقبت بکنید از پخش آلودگی عفونت به اعضای دیگر خانواده پرهیز بکنید مراتب بهداشت رو رعایت بکنید دستتون رو مرتب بشورید نقابتون رو حفظ بکنید و فقط در صورتی که تنگی نفس رو مشاهده می کنید به بیمارستان مراجعه بکنید چهار تا الگو واقعا برای این پخش این بیماری سازمان بهداشت جهانی داره پیشنهاد میکنه یکی او گوش فردیه یعنی یک نفر مبتلا هست ما نمونه اینها رو در چند کشور داشتیم بلافاصله قرنطینه کردند و موفق به کنترل شدند در واقع خبر خوب نزدیک به ده کشور هستند که به کلی در واقع این اپیدمی رو ریشکن کردند و متوقف کردند از جمله ویتنام یکی از اون کشورها هست بنابراین ضرورتی نداره که کشور خیلی پولدار باشه یا از منابع بسیار زیادی برخوردار باشه واقعا واقع نیاز به قابلیت هست همبستگی هست و رایت بهداشت عمومی دوم پس اول فرد بعد میگن خوشه یا کلاستر اسمش هست یعنی اون به اصطلاح گروه بلافاصله دور فرد که مبتلا میشه مثلا اگر فرد گرفته زنش گرفته بچهش گرفته ازش اینا این میشن بلافاصله یک کلاستر یک خوشه بعد قرنطینه کردن این خوشه ها مهمه در واقع خبر خوب است کره جنوبی این بود که در اون چهار هزار نفر مبتلا در واقع چهار پنج تا از این خوشه ها تشخیص دادن که به اصطلاح مراکز اصلی پخش بیماری هستن خب طبعا آسون میشه اینها رو کنترل کرد و مانع پخش بیشترش شد سوم جامعه هست جامعه بلافاصل هست مثلا وقتی که یک شهر میگیره مثل مورد قوم الان ما رسیدیم به این مرحله سوم یا اون که خب اخباری که از رشت میرسه و بعد چهارم عفونت مدام در جامعه هست یعنی وقتی که کنترل از کنترل خارج میشه موردی که در مثلا ووهان چین بود و کل اون شهر رو باید برای مدت طولانی تری در قرنطینه نگاه داشت مورد قم به نظر میاد اینطوری باشه و مورد رشت هم همینطور به نظر میاد به همچه چیزی احتیاج داریم و بالاخره خبر خوب خدمتتون ارز بکنم مطالعه که صوبی در واقع منتشر شد از طرف پزشکان چینی و من در این پست فیسبوکی خودم هم گذاشتم این رو بلا فاصله و اون آزمایش کردن یکی از داروهای ضد مالاریا هست که قبلا هم بهتون گفته بودم منتظر نتیجه بیم در بیاد در صد تا مریض بسیار حاد کرونا که در بیمارستان بستری بودند با ریه های خیلی بد اه اینها اه کلوروکوین اه ولی کلوروکوین فسفات رو اون کلوروکوینی که شما در ایران دارید من حد میزنم کلوروکوین سول سولفات هست و دویس میلی گرمی هست ولی این کلوروکوین فسفات بوده و 500 میلی گرم دو بار در روز برای ده روز دادن نتیجه فوق گرفتن همه این مریضا خوب شدن اینا مریضایی هستن که در واقع درشون مرگ و میره اصلی توی این دسته هست یعنی اگر این دسته رو با این کلوروکوین میتونن حفظ بکنن یعنی دیگه مرگ و میری وجود نداره کلوروکوین داروی ارزانیه داروی مارس 70 ساله که در واقع در دنیا پخش وجود داره همه جای افریقا برای مالاریا ازش استفاده میشه در ایران در سراسر ایران هست و از اونم هست و امیدوارم که به هر حال دوستان متوجه باشند که اگر که یک ادهی هستن یک درصد خیلی پایینی که اینها یک بیماری دارن به اسم گلوکوز 6 هیدراجنیز کم کمبود گلوکوز 6 دیهیدروژنیز دارن و اینها میتونن بیماری هیمولیتیک خون بدن و خون ریزی بدن و غیره اگر که این دارو رو بخورن در بقیه ممکنه یه خورده اختلال توی بیناییشون بده در کوتاه مدت اینها هست توجه میکنید و باید متوجه باشید که این دارو براتون خطرناک نباشه اون درصد درصد پایینه هستن البته اون آدمایی که این بیماری رو دارن ولی به هر یک زمانی هم میرسه که به هر حال اگر در کرونا حاد و شدید دارید سنتون بالا هست و در بیمارستان قرار بستری بشید چاره ای نیست به قول شاعر وقت ضرورت که نماند گریز دست بگیرد دم شمشیر تیز اگر ناچارید ناچارید که بخورید ولی به حال بگیرید داشته باشید در خونه بهترین راهش این هستش که اگر میبینید داره از نظر ریوی حالتون بد میشه این رو شروع کنید به خوردن و مانع از این بشید که کارتون به بیمارستان برسه این صحبت های اصلی امروز من بود برای شما میرم سراغ سوالاتون سوال اول این است شما چقدر فارسی را خوب حرف میزنید با این حال که از 17 سالگی خارج بودید خب من خارج بودم ولی همیشه واقعا دلم پیش شما بوده و با شما زندگی کردم گفتن آیا این روزها که همه توصیه میکنن به, به موندن در خونه قرنطینه آیا پیاده روی در خیابان در محیط های خلوت مسافت طولانی میتونه خطرناک باشه به هیچ وجه خیلی هم خوبه براتون آیا شستشوی مرتب بینی با محلول نمک میتونه از بروس ویروس نمیدونم مطالعه در مورد شستشوی مرتب بینی با محلول نمک در دست نیست ولی به طور کلیش با صابون با مواد قلیایی با صابون با ژل ضد عفونی هر چی که دست داره بشورید و صورت رو بشورید بسیار خوبه و مانع انتقال ویروس میشه گفتن این که میگن دو هفته دوره این نهفته است یعنی هیچ علائمی نداره یا علائم خفیف داره علائم از کی ظاهر میشه بین روز هفت هشتم یا روز تا روز دوازدهم یک چیزی توی اون در واقع پنجره خاص در اون دوره خاص ظاهر میشه علائم بیماری که ممکنه حادتر بشه ولی یادتون نره در هشتاد درصد موارد در واقع خوب میشید و مشکلی هم نخواهید داشت راجع به سی ست هزار صحبت کردم در صورت دیدن چه علامی باید به پزشک مراجعه کنید توی این شرایط الان جامعه ایران تا وقتی که به تنگی نفس مبتلا نشدید به پزشک مراجعه نکنید تا وقتی که ریه هاتون و تنفستون دچار مشکل نشده سرماخوردگی معمولی رو در خونه برگزار بکنید و چیزایی که گفتم رعایت بکنید یه گفته دخترم آسم داره ما در خانه قرنطینه هستیم همسرم که خرید میکنه فقط با اسپری الکل مواد بسته بند. دی رو تمیز میکنیم و سعی میکنیم کنیم خود، خودم بسته رو باز کنم اسپری محلول الکل ویروس رو, رو روی بسته بندی مثل بستنی و غیره از بین میبره بله الکل از بین میبره کار خوبی میکنید که این جور مراقبت میکنید در قرنطینه بمونید اسپری الکل استفاده کنید دستاتون رو مرتب بشورید و اگر کسی سرماخوردگی داره تو خونه نقاب رو فراموش نکنید برای صورت اون کسی که سرماخوردگی داره نقاب مهمتر از شماست روی صورت شماست که کی گفته اگر الکلش بالای شست باشه حال من حدس میذارم که اسپری الکل شما به اندازه کافی غلظت داره گفتن کی به دکتر مراجعه کنید جواب دادم اسم دارو رو گفتن دوباره لطف کنید کلوروکوین فاسفیت یا فسفات کلوروکوین فاسفیت هیدروکسی کلوروکوین سولفیت یا سولفات هیدروکسی کلوروکوین سولفات در ایران فراوونه دویست میلی گرمیش من فکر میکنم هست ولی این جایی که مطالعه رو انجام دادن با کلوروکوین فسفات 500 میلی گرمی دو بار در روز برای ده روز انجام دادن سیدن آیا الکل مفید یا نه قبلا هم گفتم الکل ایمنی بدن رو پایین میاره و خوب نیست پس ورزش گفتن خوبه ورزش خیلی خوبه بله یه سری یه سری کارا که همیشه خوبه انجام بدید الان هم خوبه دیگه اگر گفتن علائم خیلی شدید نبودم میشه از این دارو استفاده کرد میشه ولی دارو رو هدر میدید و بعد یه سری مشکلات جانبی این دارو هسته شما به جان خودتون دارید میخرید موقعی که هنوز لازم ندارید بنابراین چرا غیر منطقی استفاده کنید از دارو از دارو موقعی استفاده کنید که واقعا نیاز بهش دارید بله سوال دیگری اینجا نمیبینم امیدوارم که اه 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 این بحث مثل روزهای پیش اه براتون اه اه مفید بود در خاتمه یک بار دیگه میخوام مطمئن بشم که چون بحث توی بحث پزشکیمون مشکل اصلی سیاسی مملکتمون گم نمیشه حکومت جمهوری اسلامی از این ویروس خطرناکتره و تا زمانی که بر ما حکومت میکنه ما در واقعا یک همچه بحران های قرار خواهیم گرفت این اولیش نیست آخریش هم نخواهد بود فقط با همبستگی ملی و خلاص شدن از شر این حکومت هست که ما میتونیم نقطه پایانی بگذاریم به این بحران های م... که هر روز در انتظار ما هستند این رو فراموش نکنید به همدیگه کمک بکنید نسبت به همدیگه مهربون باشیم به خصوص در یک همچه شرایط بحرانی مهربانی و عشق به همدیگه مهمترین کاری است که میتونید انجام بدید بهداشت عمومی رو رعایت بکنید و این بهتا رعایت بهداشت عمومی رو به همدیگه آموزش بدیم تا وقتی که این بحران رو از سر بگذارونید.